نظارت حرف اول میزنه. از من کارشناس باید نظر بخواد که آقا ما اینو بفرستیم روسیه، این روسیه چیکار باید بکنه؟ آیا 50 متر پرتاب میکنه بیاد 55 متر پرتاب میکنه یا 48 متر؟ متاسفانه 48 متر انداخته. و این دو سه نفری که فرستادن روسیه برای تمرین، بلاروس فرستادن، خب خوشبختانه یکشون ازدواج کرد. ببین کنترل خیلی مهمه علی آقا، ببین کنترل کردن تیم خیلی. الان یافتیانو فرستاده بودن فرانسه برای تمرین یا انگلیس برای تمرین زیر نظر مربیای خارج. خب این اومد و مسابقاتی که مشهد گذاشتن برای آقای باغانباشی به عراق باخت. تفتیان. کسی که در خارج از کشور زیر نظر چند تا مربی ماساژور تمرین بکنه بعد بیاد به عراق ببازه. اگه به پاکستان میباخت من خوشحال میشدم، میگفتم به پاکستان باخته، به فیلیپین باخته. ما عراقی که ما آخر قبول نداریم دو میدانیشو، چرا بیاد به اون ببازه؟ یا مثلا همین دوست عزیز ما امریکا تمرین کرده، اروپا تمرین کرده، همه جا تمرین کرده، خاله خب حالا نایب قهرمان هم شد، چه بهتر قشنگتر. ولی بغل دست این 10 نفر بزنن که اونم مثل این بشه. ما یه هم چیزی رو ما نداشتیم قبل از انقلاب. کنترل قشنگ بود. ببین یک رئیس فدراسیون باید سلف کنترلش قوی باشه. یه کسی که در اردو سرپرست اردو هست حاضر غایب کردنش باید به موقع باشه. چرا من میگم که حشمت مهاجرانی تنها کسی بود که 40-50 سال قبل اومد تیم فوتبال به مسابقات جهانی برد؟ چرا ما دیگه نرفتیم مسابقات جهانی؟ چرا؟ یک بار خوب رفتیم، اونم دیگه حالا چجوری رفتیم. ولی با اون شرایطی که تمام کشورها قوی بودن، با بودن فوتبالیستای قوی، حشمت مهاجرانی تیم برد مسابقات جهانی، مسابقات المپیک با ما اومدن. برای اینکه ضابطه داشت 9 شب خواب همه حاضر به خواب. الان یارو اصلا کسی تو اردو نگاه نمیکنه کی خوابیده کی نخوابیده کی تمرین کرده. همشون متوسط به قرص میشن، آنابولی، تتسترون، دارنبول، دکادرابرین، دکمپلت، بده. آقا این همه قرص کبد کلیه رو از بین میبره. متاسفانه امیدشون به این قرص ها و به اینا هستش. نظم و انضباط در ورزش حرف اول میزنه و این حرف اول زدن، زجر کشیدن خیلی مهمه. حمید سجادی پشت موتور عزیزی می نشست، عزیزی دونده بچه شرره، از شرره می اومد امجدیه تو اون بارون، از اینجا هم سوار می شد می رفت شرره، از اونجا می رفت داوودیه. آقای حمید سجادی، دکتر حمید سجادی پشت موتور اینجوری نشسته داره تو این بارون داره میره. خب باید وزیر ورزش بشه، این وزیر ورزش میشه و پیشکسوت ورزش هستش. اینا زمان قدیم شما میفرمایین، بله نظم انضباط بود که من به خودم اجازه میدادم در آسیایی، در المپیک، در دو رشته شرکت کنم. یعنی دو تا ورزشکار من شرکت میکردم. خدا بیامرزه آیت الله طالقانی رو دستور فرمودن که شورایی بشود و شورایی که شد ما جمع شدیم تو امجدیه آکادمی اونجا سالن آمفی‌تئاتر. بعد گفتن که خب سلمان عصام چند تا رأی آورده؟ 6 تا. آقای ایکس 5 تا، آقا 8 تا، آقا 4 تا. میگفت خیلی خوب، شما بشو رئیس، ایشون میشه دبیر، ایشون میشه نایب رئیس. اینا من شدم رئیس فدراسیون، رأی آوردم. حالا من دوست داشتن یا لیاقت منو، من شدم رئیس فدراسیون. به جرأت دستم رو بلند کردم، گفتم که من نمیشم.
من اجرایی هستم، من باید گرم کنم، از تنم در نیاوردم. هر وقت در آوردم پیر شدم میشم رئیس فدراسیون. تجربه هایی که کسب کردم و پیاده میکنم. من الان تجربه رئیس فدراسیون ندارم. بعد من کردن دبیر، گفتم دبیرم نمیشم. من به من 1000 نفر 500 نفر بدین تمرین بدم. الان هم همینه میگم، ما اجرایی هستیم. چه کسی رئیس رو اون موقع؟ آقای بهرام میری شد. خیلی جالب بود، خیلی سوال قشنگی کردین. آقای بهرام میری، تیمسار میری، شد رئیس فدراسیون. نایب رئیس کی رو گذاشت؟ آقای ایکسو. گفتن آقا خب دبیر کیه؟ آقای فلانی. گفتن آقا زمان آقای شاه حسینی، خیلی جالبه، اولین رئیس سازمان. گفتن 5 تا مربی انتخاب کنیم، 5 نفر مربی باشه. رئیس فدراسیون اول نوشت خودشو، دوم نوشت دبیرشو، سوم نوشت نایب رئیسشو. ببینین از اول شما یه برج میخوایی بسازی، باید اون بتون آرمشو انقدر قوی بکنی که 30 طبقه روش بیاد، که یه زلزله یه چیزی اگه اومد نیاد پایین. از روز اول این بتون دو و میدانی خراب بوده که الانش هم خرابه، من قبول ندارم. و اینا اومدن، من گفتم آقا من که دبیر و نایب رئیس و فلان که نکردم، قبول، در لباس مربیگری هستم. ما استعدادیابی کنیم در استانها، مثلا پرش ها رو بگیم مشهد، دوها رو، سری دونده ها رو. خب اون زمان آقای شاخوره بود، رکورددار ایران بود 100 متر، بذاریم خوزستان. پرتابا رو بذاریم تهران. پرش یک مقدار بذاریم ترکمن و مازندران، اینا رو بذاریم. خب اینا استعدادهایی هستن که دو اون کشور با اون آب و هوا اومدن بالا. ما کسی رو بذاریم استعدادیابی بره اینا رو جمع کنه، از 10 تا 5 تاشو برداره بیاره. و نکردن این کارا رو. و همونجورم با ورشکست بودن اومدم بیرون. یعنی خود رئیس فدراسیون گفت ببین، گفت یه ورق، شما 8 ماه اومدیم اینجا، یه ورق نامه اینجاست. و سلمان احسان برای همین نیومد رئیس دو میدانی بشه. خب ای به این، خب من، شما نمیتونی این کارو بکنی، از اول نباید قبول کنی. خب یه رئیس فدراسیون خودش دونده 400 متر مانع بوده، یه مدت هم اومد فدراسیون، آوردنش رو توانی و اینا، البته ما ها کمک کردیم اومد و اینا، بعدش هم با خاری بیرون میکنن، آقا برو خونه. ما اینا رو متاسفانه نداریم، و چون نداریم الان هم نداریم. یه کسی عاشق باشه دو میدانی رو، امثال، بازم میگم، من میگم ما، منی وجود نداره، ما هستیم. امثال منا رو بخواد بگه که آقا شما توانت چیه در دوهای سرعت 100 200 400، توانت چیه، چه کمکی میتونی به ما بکنی؟ اون میگه آقا من میتونم برم شهرستان ها مثل خوزستان که هواش گرمتره، بهتره، دونده های خوبی دارن و میتونن از اینا من استفاده کنم، 10 نفر انتخاب کنم، از 10 تا 4 تاشونو انتخاب کنم بیارم تهران، اگه خوب بودن نگه میدارم، خوب نبودن کارشناسی کنم بگم آقا برن، 2 تاشونو نگه دارم. یعنی هر وقت به اینجا ما رسیدیم موفق خواهیم بود. ولی الان از قهرمانی کشور، مسابقات سالونی، برون مرزی، خب اصلا ما نداریم. یعنی کسی باشی که دلسوز باشه بیاد این کارا رو بکنه در مرحله اول. اگر فدراسیون برای 4 سال آینده میخواد موفق بشه، این جواب سوال شماست، باید استعدادیابی رو بذاره. بابا ما قهرمان آسیا شدیم، کلاسش هم دیدیم، خب بیان از ما استفاده کنن. حالا من بعد اون موقع مثلا میگم آقا من چون مشکلات خانوادگی دارم نمیتونم بیام، نفر بعدی، نفر بعدی، استفاده کنن، حتی سوء استفاده کنن از پیشکسوتا. مسعود کیمیایی و
دوستان دیگه این فیلم ها رو می ساختن، من ناجی غریق بودم. اون زمان اومدن گفتن یه آقایی که خواننده هم بود و اینا، تو ناجی غریق هستی، میاد یه مشت به تو میزنه 20,000 تومان بهت میده. گفتم خب یه مشت زد من چیکار میکنم؟ گفت میافتی تو آب. گفتم خب بعد چی؟ گفت یعنی مردی دیگه با یه مشتون. گفتم من 40 تومان میدم دوتا میزنم. گفت آقا از تو بازیگر در نمیاد، این فیلمه. گفتم باشه، تمام ایران نشون بدن که سلمان انسان با یه مشت مرد 20 تومان گرفت. دیگه نمیگم 20 تومان گرفتم، من 40 تومان میدم دوتا میزنم. گفتن آقا تو بازیگر نمیشی. اومدیم تا اینکه ایرج قادری که میخواهم زنده بمانم، آکواریوم و نابخشوده اینا رو کار کرد، به من خواست که آقا ماردبران رو یه فیلمی داشته امریکایی، تو ما میخواییم این فیلم بسازیم و این هنرپیشهی که تو امریکا و اروپا هستش و اینا در حالی بوده، اون فیلمی چو ما ایرانی میخواییم بسازیم، تو میشی میرا. گفتم خب کارم چیه؟ گفت تو نابخشوده هستی، بزهکاری، مواد مخدره. گفتم خب یه سکانسه، یه پلانه. گفت نه، اول فیلم تا آخر فیلم هستی، اینه. گفتم فیلم یا باید پولش خوب باشه یا باید رولش خوب باشه، ما چیکار باید بکنیم؟ گفت هم پولش خوبه هم رولش خوبه. گفتیم باشه. همینطوری سرتون انداختیم پایین اومدی تو؟ مگه اینجا طویله هست؟ وقتی تو توشی باید طویله باشه. باورت نمیشه نه؟ لابد انتظار داشتی جسرم از پشت دیوارا بیاد بیرون. من به خدایی چیکاری نکردم. من که حرفی نزدم دوست من. من حرفامو تو این 10 سال تو تاریکی زندون زدم. من حرفامو شبیه زدم که برادرمو بالای دار کشیدن. یادت که هست؟ همونی که تو لوش دادی و اون افسر گرفتش. رفی مددکار به من گفتن یه پلان اینه میکشی میره. آخه اینا تو خانه هنر با یه هنر پیشه یا با یه کسی کارگردان کار کردن که خیلی معروف، کار کردن یه پلانم براشون خیلی مهمه. من این نمیدونستم. رفی مددکار گفتم رفی آخه تو یه پلان با من جدید مثلا مبتدی با من کار کنی بمیری؟ گفت تو نمیدونی اسم ایرج قادری رو منه، این خیلی مهمه اسم کسی رو آدم باشه. گفتم باشه. من وقتی اومدم این سرش بگیرم یهو یه لحظه کسوت یادم اومد، گفتم خدایا من ورزش رزمی رو سفید، زرد، قهوه‌ای، مشکی، سلسله مراتب و من رعایت کردم، من چرا اینجا من یهو به خودم نیومدم که اینو بگیرم؟ باید کسوت اجازه بگیرم ازش. گفتم آقای ایرج قادری. گفت چیه؟ زرین دست، الان یادم کار فیلم بردار زرین دست بود، آقای زرین دست. گفت آقا من داره فیلم برداری میکنم. گفتم آقا منم میخوام حرف بزنم. گفتم من باید رخصت بگیرم، اجازه بگیرم از این پیش کسوتم تا من این حرکت انجام بدم. ایرج اینجوری کرد، گریه کرد. افسانه بایگان. گفتم خدای من چی گفتم؟ اینا چرا گریه میکنن؟ چیز مهمه من نگفتم. گفتم کسوت رو در رعایت میکنم. افسانه بایگان به اینجوری کرد، یعنی گفتم که چی گفتم من؟ گفت الان موقعی حرف زدن. گفتم بابا پیشکسوت 60-70 بیشتر از من کار کرده، 20 با فردین کار کرده، با ناصر ملک بود دیگه کار کرده، با اینا کار کرده، پیشکسوت منه. ما تو ورزش پیشکسوت داریم، باید احترام بذاریم به هم. گفت برای همین گریه اینا رو در آوردی. ایرج گفت آقا 10 دقیقه بشینیم چای بیاریم فلان بیاریم. گفت آقا من بعد از 70 سال 60-70 سال باز یه چیزی یاد گرفتم. یه خانواده یه دعوای ناخواسته بوده و این دعوای ناخواسته که ما رو خواستن که بریم رضایت و فلان دیگه، ما 3-4 نفر جمع شدیم، محمد نصیری، اکبر حیدری، محمد محمودی، رفتیم برای رضایت. یارو گفت آقا شما چی داری؟ چقدر داری؟
گفتیم ما یه سری مدال داریم اینا رو ببر بفروش. گفت شما چقدر؟ گفتیم انقدر داریم مثلا، یه پول نازکی چیزی. بعد گفت این آقایی که نشسته قهرمان المپیکه، من مدال این آقا رو میخوام، مال اکبر حیدری رو. گفتم اکبر جریان چجوری؟ گفت آره اینجوری. گفتم نداره بده. خلاصه ما پا شدیم، خودم مدال از اونجا برداشتم و دادیم به این آقا، و این آقا گفت که بعد یه مدتی من میارم مدال میدم. مدال دادیم، بالاخره اون از تناب نجات پیدا کرد، از اعدام نجات پیدا کرد و این به زن بچهش رسید، به خانوادهش رسید، اعدام نشد. و اون دعوای ناخواسته، اون یکی که دیگه فوت کرده بود دیگه، خون با خون نمیشورن، این اتفاق افتاد. آقا مدال منو کسی نمیخره، مدال یه چیزیه که به قول آقای عبدالله موحد، اسم عبدالله موحد رو میتونی خط بزنی ولی از تاریخ نمیتونی خط بزنی، مدالش نمیتونی از بین ببری. آقای رئیس فدراسیون، شما اومدی 4 سال میخوای رئیس فدراسیون بشی، نمیتونی یه قهرمان آسیا، یه قهرمان المپیکو خط بزنی. ولی اگر محبت کنی، اگر یه شاخه گل بهش بدی، شخصیت خودتو، رئیس بودن خودتو، اون توان خودتو میبری بالا و برای 4 تا جوون و نوجوون ارزش قائل میشی. وقتی من دلشکسته رو وقتی ببینن که اینجوری با من رفتار شده، اون جوون دیگه نمیاد قهرمان آسیا بشه، نمیاد. من یه روزی به رسانه‌ای گفتم اگر من هندونه پرتاب میکردم الان ترباره میوه داشتم. خب من این همه پرتاب کردم، الان پای ناخونام سیاه، اینقدر زدم بغل دایره، دستم همینجوری. نه من اینجوری، بلکه بچه های دیگه، رفیقا، هم دوره های دیگه، همشون یه نقص عضوی در ورزش پیدا کردیم. ولی اگر یک رئیسی بیاد که فدراسیون و بسکتبال، والیبال یا مثلا کشتی، تکواندو بیاد، از اون پیشکسوت قدردانی کنه، باور کنی اون دردش خوب میشه. یعنی خاطره خوبی در آخر ورزشم از فدراسیون دو میدانی ندارم. اگه 500 سال دیگه به دنیا بیام مجددا، باز هم پرتابا رو، چون عشق میکنم. و پرتاب ها این شکار در شکار مرغابی در مرداب انزلی هستش. وقتی در هوا هست شما یه دنیای دیگه ای داری. وقتی 60 متر پرتاب میکنی، این و دیسک 2 کیلویی رو میبینی از دستت رها شده داره میره. اون آقای خرم مربی کشتی بود، یه روز اومد منو معرفی کنه تو جم، تو باشگاه افسران بودیم. گفت سلمان احسان پرتاب کرده از اینجا به میدان آزادی، دیسک هنوز نیومده پایین. اومد تعریف کنه از ما. خیلی جالبه. ببین، و واقعا کار هر کسی نیست. در هر جایی اگر نظم و انضباط باشه، اونجا موفقه. حتی مدیریت. ببین، ضابطه رابطه، این دوتا باید باشه در هر مدیریتی. من به نظر من، عقیده من اینه، آقای حشمت مهاجرانی می نشد تخت بازی می کرد، با بچه ها تخت بازی می کرد، همین تختی که عامیانه همه بازی می کنن، حلالم هست، بازی می کرد. از اون ور می گفت ساعت 9 باید خواب باشی، صبح ساعت 8 همه باید صبحونه. یعنی 8:30 کسی بیاد صبحونه، صبحونه نیست. اگر اینا باشه، در تمام اردوهای ورزشی، در تمام ورزش، ما قهرمان المپیک خواهیم شد در آینده. ببینید، المپیک 4 سال میریم تموم شد، میخوابیم 3 ماه مونده به المپیک، اردو میذاریم، فلان میکنیم، همه این کارها رو میکنیم، میشه بی نتیجه. الان که المپیک تموم شد، برای المپیک آینده از الان باید فکر کرد. تو این 4 سال میگه بیاییم گل بدیم، نه گل بذاریم، بیاییم کنار هم باشیم، نه به یاد هم باشیم. بعد از مردن سلمان احسان، تو امجدی 2 دور چرخوندن و تاج گل دادن به درد نمیخوره. من یه عکسی رو نشون دادم به شما، اون عکس نامجوه،
نامجویی که در 60 سالگی لیسانس میگیره در 41 سالگی قهرمان جهان میشه. علی آقا این عکس خیلی جالبه، این تاریخیه. محمود نامجو زمانی که در این بیمارستان مهر خوابیده بود، من بالا سرش بودم، من 10 روز بالا سرش بودم که بغلش کردم، نمیدونم دیدین یا ندیدین این عکسو. این خیلی جالبه. و اون فدراسیون هیچ وقت نیومد بالا سرش بگه آقا چی. این وقتی اونجا خوابیده بود، اما الان جام نامجو میذارن. خب بعد از مردن بله جام نامجو میذارن، جام باقان باشی میذارن. زمانی که باقان باشی 97 سالگی فوت کرد، 30 سال کسی نرفت سراغش احوالش بپرسه. همچین که فوت کرد یه مسابقه گذاشتن تو مشهد، جام باقان باشی از ترقبه، بچه ترقبه بود این جامعه، کسی که از تهران به کرج دوید دونده بود با پوتین، با کفش پوتین. خب همون در همون مسابقه نفری که فرستادن خارج فرانسه دوره دیده، تو همون مسابقه باقان باشی میاد و عراق میبازه. من اینو مجددن در عرض میکنم، چون دل اگر نسوزه عشق نمیاد، عشق زمانی میاد که دل آدم میسوزه. و ما دل شکسته ایم، به ما توقع داریم. الان میاد یارو اینقدر خرج میکنه، تمام هیئت‌های ایران رو گرم کن بده، سکه بده، فلان، که بشه رئیس فدراسیون. آقا رئیس فدراسیون شدن چقدر فایده داره مگه؟ من نمیدونم، من اینا رو نمیفهمم که چقدر فایده داره که نفر میاد اینقدر خرج میکنه رئیس فدراسیون بشه. و میشه با توانایی ناقص، توانایی نه جسمی نه روحی نه علمی نه معنوی نه مادی، دست خالی میاد رئیس فدراسیون میشه، موقعی رفتنم خیلی قشنگ و تمیز میره. ما میشیم نبردمون ترقی اینا.